با تشکر و شکرگزاری از این فرصتی که دارم میتونم از تجربه شیرینی که با خداوندم داشتم با شما در میون بذارم. من رسول هستم، متولد سال 1142 در شهر قم به دنیا آمدم. در یک خانواده مذهبی رشد کردم و از این مدتی به تهران اومدم. علاقه‌ای که به موارد مذهبی داشتم در اوتو زمینه اون اعتقادات اولیه خودم، تو همون مسیر فعالیت‌هایی داشتم تا اینکه انقلاب شد. حتی بعد از انقلاب نیز من با این اعتقادات رشد کردم و در این فعالیت‌ها بودم و همیشه تصور من و ایمان من بر این بود که میتونم در زمینه‌ای که بهش ایمان دارم، اعتقاد دارم و اون شریعت من بود و اون رسم و رسومات فرهنگی و مذهبی من بودش، میتونم یک شخص خوشبختی بشم، میتونم حتی خیلی‌ها رو خوشبخت کنم. حتی اعتقاد داشتم که با این طرز فکر میشه جوامع رو نیز خوشبخت کردش. اما با گام‌هایی که توی مسیر زندگیم برداشتم و دنیا برمی‌داشت، کم کم اعتقادات من ضعیف‌تر میشد، به طوری که احساس میکردم دارم بایکوت میشم نسبت به عقیده خودم، نسبت به آرزوهای دلم. ولی پیوسته مصمم بودم روی فرهنگ و مذهب خودم و صرف میستادم. علتش این بود که در اون زمینه زندگی میکردم و زندگی میکردن و این چیزی نبود که ازش بخوام دور بشم. وقتی که ازدواج کردم، خداوند به ما یه دختری داد و دختر من از سن 2 سالگی تا سن 7 سالگی 5 سال داره یه نوع مریضی به نام سر بود که سر اگه بدونید با خودش تشنج رو میاره و حالتها عوض میشه. به بهترین دکترها توی ایران مراجعه کردم، حتی 1-2 سالی که در سوئد بودیم به دکترهای خیلی خوب توی سوئد مراجعه کردم برای اینکه بتونه خوب بشه، اما متاسفانه هیچ تأثیری نداشت، فقط میتونستن اونو کنترل کنن، مریضی ونوس رو. بعد از مدتی که این مریضی با ونوس بودش، منم مشغول زندگیم بودم، البته دیگه در ایران بودم که زندگی میکردم، مشغول بیزینس خودم بودم، کسب و کار خودم بودم که بر اثر یک تصادف اقتصادی توی زندگیم میشه گفت شرایطی برای من به وجود اومد که من به نوعی برشکست شدم. فشاری که روی زندگی من از اقتصادی اومد، از کسب و کارم این فشار اومد، تأثیرش رو روی خانواده من گذاشت و چون من و همسرم درگیر این مسئله شدیم، مسلما دختر من بیشتر روی این مسئله تأثیر روش میذاشت و اذیتش میکرد نظر فکری. بعد خب در مقابل اون عکس العمل ونوس این بود که بیشتر تشنج میشد و این مشکل با اون بودش. با توجه به این که ما سعی میکردیم مشکل ونوس رو مخفی نگه داریم از خیشان خودمون، البته خانواده من و خانواده خانم من مطلع بودن از این مریضی، ولی اجازه نمیدادیم که همه فامیل این مورد رو بدونن، چون برای خودمون خوشیم نمیدونستیم که این مریضی عنوان بشه. میگفتیم تا اینکه بتونه بعداً با معالجه‌ای به حالت طبیعی خودش برگرده. ولی تو همون شرایط اقتصادی که خدمتتون عرض کردم، برای من مواضعی پیش اومد که منو بیشتر درگیر کرد. من از همون اعتقادات و از اون زمینه‌ای که درش بودم در اون مذهب استفاده کردم به مراکزی که فکر می‌کردم میتونه، وقتی در حضور اون افراد میرم، در اون مکان‌ها قرار می‌گیرم، دعا می‌کنم خدا صدای منو بشنوه و ونوس حالش خوب بشه و اینکه شرایط زندگی من بهتر بشه، خودم رو قرار دادم تو اون بلوک. اما متأسفانه نه تسلی پیدا میکردم، نه چیزی عوض میشد و نه آرامشی داشتم. حدودا میشه گفت 3 ماه، من حدود 9 سال پیش که درگیر شدم با این مسئله، 3 ماه من با این مشکلات بودم. نه اینکه چیزی بهتر نشد، بلکه چیزایی هم خرابتر شد. از این رو که خب دوستانی که دور بر من بودن، بعضیشون معتقد بر این بودن که خب رسول اگه این مشکلاتت حل نمیشه، تو با این مشکلات امکان داره خودت از بین ببری، ولی یه روز این مشکل تموم میشه، پس فعلا بیا با مشروب و مواد مخدر یه تسلی پیدا کنی در این رابطه
که بتونی ادامه حیاتتو بدی، ولی چه حیاتی رو انتهاش معلوم بود که حیات نمیتونست باشه. به هر حال منم مثل خیلی دیگه که به این مواد رجوع میکنم، منم رجوع کردم و با استفاده کردم مواد مخدر، با خوردن مشروبات، ولی هیچی عوض نمیشد، بلکه روز به روز مسائل بیش مشکلات برای من بیشتر میشد. تا اینکه یه شب وقتی با خودم خلوت کرده بودم و دیدم تمام درا بسته است به سمت من، گفتم خدایا هر چی فکر میکنم گویا تو دیگه وجود نداری، اصلا اگه وجود داشتی واقعا باید یه حرکتی میشد، واقعا باید تو زندگی من یه راهی باز میشد. چطور تو که به من خدا فیض دادی دهان داشته باشم با تو سخن میگم، چرا من نمیتونم صدای تو رو بشنوم؟ هرچند خودم رو لایق نمیدونستم در مرحله اول نسبت به این مسئله، ولی فکر نمیکردم اگه خداوند منم هست پس چرا خدا باید بی تفاوت به نسبت مشکلات من باشه. این بود که واقعا شک کردم نسبت به این مسئله که آیا حقیقتا خدا هست، آیا حقیقتا تمام این مشکلات و این سختی هایی که توی زندگی من هست و من اینها رو میخوام با رنگ مذهب پاک کنم، آیا اگه شدنیه پس چرا نمیشه، آیا چرا هیچ چیزی عوض نمیشه. فقط تصمیم گرفتم که از خدا سوالی رو بکنم و این سوال این بود که گفتم خدایا اگه حقیقت داری حقیقت خودت رو من نشون بده، و با تمام وجود اینو از خداوند خواستم. در همون لحظه بود که من شخصی رو در مقابل خودم دیدم که اون خودش رو مسیح معرفی کرد. ردای بلندی داشت، موهای نسبتاً بلندی داشت و به من گفت مشکلات تو چیه، و من تمام مشکلاتم رو بهش گفتم. آرامش مخصوصی داشتم، نمیدونم چرا تو اون حالت چنین شرطی بر من به وجود اومد، و وقتی من مشکلاتم رو برای مسیح گفتم اون به من این قول رو داد که مشکلات تو حل خواهد شد. از اون رویا وقتی در اومدم دیدم چه آرامشی دارم، برخلاف چند لحظه قبل که حتی به فکر خودکشی هم بودم، چون مرگ رو تنها راه و نجات برای زندگی خودم میدونستم. اما عجیب یه روح شادی در من قرار گرفته بود، یه امیدی باز شده بود، و این باعث شد که من اون شب تنها شبی بود که تو این دو سه ماه راحت بخوابم. با اولین زنگ تلفن من بیدار شدم. اگه اشتباه نکنم ساعت هلوش 7:30 صبح بودش. معمولا به همسرم گفتم تلفن رو برداره، چون طلبکارا بودم و طلبکارم که وقتی گوشی رو برمیشم خب منتظر بودم که با لحن تندشون و حرفای زشتشون خب منو بیشتر اذیت کنم. خب من گوشی رو بر نمی‌داشتم، ولی اون روز اصلا یه جسارتی درون من اومده بود، یه قوت تازه‌ای بود که خودم گوشی رو برداشتم و دیدم خدا رو شکر شخصی هستش که میخواد منزل منو بخره، و ما دو سه ما بود که این منزل رو گذاشته بودیم برای فروختن و موفق نشده بودیم، و همون روز این خونه به قیمت خیلی عالی و به طور واقعا معجزه فروخته شد و من مشکلات اقتصادیم حل شدش، تونستم دوباره برگردم سر جای اولم از نظر کسب و کارم اینها. و در طول این یک هفته شروع کردم نذر خودم رو ادا کردن به اصطلاح اون مکانهایی که بهشون اعتقاد داشتم، چه در شهرستان شهر خودمون قم بودش و چه در تهران که زندگی میکردم. و اما درون دل من یه صدایی میمد، میگفت این کارو مسیح کرده برای تو، چقدر خوبه که یه هدیه ایم بتونی بری بدی کلیسایی، یا در مسیر کار خود من در اتاق مسیح خرج کنی. این شد که من با یکی از دوستام که ایشون مسیحی بودن تماس گرفتم و بهشون گفتم که من یه چنین چیزی رو دیدم در رویا، مسیح رو دیدم و دوست دارم یه هدیه‌ای بدم به کلیسا. ایشون منو برد یه کلیسای معرفی کرد و خادم اون کلیسا با من شروع کرد صحبت کردن، و وقتی ایشون صحبت میکرد از محبت خدا صحبت میکرد. با اینکه خب من سالها بود که کتابای مذهبی خیلی خونده بودم، همون که اصلا توی خانواده مذهبی بودم، اما موضوع که ایشون در رابطه محبت خدا برای من داشت عنوان میکرد، اصلا یه تشنگی عجیبی رو در من به وجود آورد که گویا تا به حال چنین چیزی رو نشنیدم. وقتی میگفت محبت خدا، از یک عشقی صحبت میکرد که تمام قلب منو گرفت و این برای من تازگی داشتم.